علی نقوی مدیرعامل بورس انرژی ایران. شرکت‌های فولادی نخستین خریداران از تالار برق سبز بودند. حسین قربانزاده رئیس سازمان خصوصی سازی: شاید مقدمات مولدسازی طول بکشد، اما همه مردم از منافع و مزایای این طرح بهره‌مند می‌شوند. مدیریت پذیرش شرکت بورس کالا: 11 محصول جدید در بازار اصلی و فرعی بورس کالا پذیرش شد. پایگاه اطلاع رسانی کالا خبر: بیش از 366 میلیون واحد صندوق‌های سرمایه‌گذاری کالایی به ارزش حدود 1759 میلیارد تومان هفته گذشته در بورس کالا معامله شد. توکلی لاهیجانی مدیر کل دفتر صنایع خودروی وزارت سمت: امسال تا پایان اردیبهشت بیش از 193 هزار دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 48% افزایش داشته است. منوچهر منطقی معاون وزیر سمت: محدودیت سیستمی تخصیص ارز برای صنعت خودرو به توقف یا کاهش تولید خودرو می انجامد. جواد اوجی وزیر نفت: میزان میعانات گازی ذخیره شده روی آب به صفر رسید. پیش از این 78 میلیون بشکه میعانات روی دریا ذخیره شده بود. علیرضا اشرف رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع قند ایران: سازمان حمایت از مصرف کنندگان قیمت شکر در به کارخانه را 25500 تومان تعیین کرده، اما نرخ آن برای عمده فروشی و مصرف کنندگان مشخص نیست و این مسئله در بازار اخلال ایجاد کرده. و خبر آخر این که مدیریت عملیات عرضه شرکت بورس کالای ایران در اطلاعیه این نحوه عرضه هفته آینده محصولات در بورس کالا را با توجه به تعطیلی 14 و 15 خرداد ابلاغ کرد.